برای اینکه اینها اگر مطلع باشند از روایات معصومین، از آیات محکم قرآن، هیچ وقتی که گمراه نمی شوند. آیا جبرائیل آمده؟ آیا پیامبر جدیدن آمده؟ از کجا فهمیدن که احمد حسن اصلا مسلمانه؟ اول باید انسان کسی را بشناسه چون اصلا مسلمانه در دائره اسلامه، بعد از او حمایت کنه به سویش برود. احمد حسن میگه چه؟ من آمدم فرزند امام زمانم. اما چه کار؟ فقط برای خودش دعوت میکنه. حالا یک کلمه به طرف امام زمان دعوت کرده؟ همش خودش، خودش و خودش. بنابراین هر کسی که یک مطالعه خیلی ساده درباره‌شون داشته باشد میفهمه که این شیاد حقبازه و متاسفانه افراد با سواد هم گرفتار شدن. چرا؟ چون اونها سواد حوزوی یا سواد دانشگاهی دارن ولی تو عقاید کار نکردن. همین حدیثی که امشب خوندیم در اصول کافه و خود این افراد ایشون هم در کتابشون آوردن که یاکن تنسه بر رجل دون الحجه، انسان باید حجت خدا را برای خودش حجت قرار بدهد، غیر حجت را، غیر معصوم را نمیتونه. یه وقت در پیش هادی عباسی بحثی شد و صحبت شد از این که مثلا اون خبیث و ملعون آقایی که از نواده های حجات بوده و بعد هم آمده جزء خلفا شده، ولید ابن یزید. این ولید همون کسی که قرآن را با تیر زد و گفت که از آلاقه طرف بکر یوم حشر فقال مزه یعنی ولی. یه نفر جا گفت که بیدیر یه مرتبه این حادی کن. نه 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 اینطور نگو، اون حجت خدا بوده، خلیفه خدا بوده، خلیفه خدا نمیتونه بیدیم باشه. یعنی خلیفه بودنش را اثبات میکنن به خیال خودشون، بعد میان اون اثبات را براش بار میکنن. حالا این احمد میگه معصومه، میگه منسوسه، میگه چه معصومه. چرا معصومه؟ چون ما باش بیعت کردیم. به غیر معصوم چی نمیشه بیعت کرد؟ اصلا ما مسلمان بودنش از کجا ثابت کنیم؟ تا اینکه صحبت از عدالت باشه نه عصمت، بعد هم بریم سراغ عصمت. پس بنابراین فقط مطالعه هم و بخیر اصلا در مورد شرحالیشان کسی مطالعه کنه به شیاد بودنش یقین پیدا میکنه. ما نمیدانیم که آیا چه نیروی هست که اینها را وادار میکنن که به طرفشون کشیده بشن. احتمالا مطابق آیه در قرآن که فرموده که این شیاطین و یوهون الى اولیاهم، شیاطین به دوستان رو وحی میکنن، افراد را شیاطین دورشون جمع میکنن ولی ایشون چیزی ندارد که باعث جذب و باعث محبوبیت باشد در میان مردمان. و ما هم مواردی داریم که در اون موارد ازش سراغ داریم که شیطان دست برده و ایشون را برای افراد طرح نموده.